الو 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 آقای عظیم‌زاده، بفرمایید. سلام و درود به شما. بفرمایید. رسیدم به خیر آقای سلام. عظیم‌زاده، حمید روشن هستم از رادیو ندا. خوش باشید آقای روشن، زنده باشید. خوشحالم که صداتون رو میشنوم. درود باشید. پایداری و استواریتان که در واقع در احقاق حقوق کارگران و معلمان چنین ستودنی جان عزیزتون را کف دست گرفته بودید. خوشحالم که صداتون رو میشنوم. زنده باشید. منم ممنونم از شما و از همه دوستان که در سطح جهانی داخلی در واقع کار رو انسانهای شریف و بزرگی انجام دادن که به نظر من در واقع اون خاصی رو که ما از داخل زندان مطرح کردیم تبدیلش کردم به یک جنبش بزرگ. من افتخار میکنم که جزء کوچکی از این جنبش بزرگ هستم. و در واقع ما هم همه به شما افتخار میکنند که کارید کردید کارستان. این اقدام مشترک شما با آقای اسماعیل عبدی پژواک جهانی یافت و در واقع صدای فریاد دادخواهی کارگران و معلمان در سطح جهان پژواک یافت. درود بر این شرف و استواری شما. زنده باشید. زنده باشید. من در خدمتتون هستم آقای روشن. زنده باشید. در واقع زهی سعادت که الان با شما میتونم گفتگو کنم، صداتون رو بشنوم. ولی با توجه به اینکه تازه از بیمارستان مرخص شدید و وضعیت جسمی بعد از 64 روز اعتصاب قضا مسلمه که مساعد نیست، من مزاحمتون نمیشم، ولی میتوانید از این تریبون در واقع باز هم صدای دادخواهی و فریادتون را به گوش شنوندگان برسانید. زنده باشید. خواهش میکنم. من فکر میکنم که هنوز ما در آغاز راه هستیم. درسته که سر مطالبه به پایان دادن و امنیتی کردن اعتراضات سنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اقدامات امنیتی از پرونده های تعالیم سنفی و مدنی، یه جنبش عظیم به طور واقعی شکل گرفت. ولی واقعیت اینه که هنوز به لحاظ قانونی هیچ اقدام در خور تأملی برای رسیدگی به موضوع انجام نشده. هرچند که من بیونم اسماعیل اومد بیرون، آقای بهشتی اومد بیرون، آقای بداغی آزاد شد، آقای هاشمی آزاد شد، همه اینها به خودی خود شرف انگیزه. ولی واقعیت اینه که هنوز همونطوری که گفتم در اقدام در خور تأملی برای تقوی و مطالبات ما انجام نشده و به این معنا من فکر میکنم که این جنبش تازه در آغاز راهیه که نهایتا بایستی به نظر من به اونجایی ختم بشه که این اتهامات از پرونده های فعالین کارگری برداشته بشه، کارگران در ایران همچون نقاط دیگر دنیا قادر بشن تجمع بکنن، اعتصاب بکنن، راهپیمایی بکنن، تشکل‌های مستقل خودشون رو داشته باشن بدون اینکه با اتهامات امنیتی و زندان‌های طویل مدت مواجه بشن. به هر حال از نظر من این جنبش ادامه خواهد داشت. بله، درود بر شما و درود بر پایداری شما. یقینا همونطوری که فرمودی در واقع هنوز در آغاز راه هستیم، ولی امید هست که با همبستگی و با اتحاد این پرچمی که واقعا با شایستگی برافراشتید و تا اینجا حمل کردید بشه با اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان به پیش برد و این جنبش دادخواهی را به سرانجام رساند. زنده باشید. ممنونم. ممنونم که فرصت رو به من دادید. دستون درد نکنه. خیلی ممنونم. زنده و پایدار باشید آقای عظیم‌زاده. امیدوارم که فرصت دیگری باشه که گفتگوهای مفصلتری انجام بدیم، ولی الان واجب‌تر در واقع سلامتی شماست که باید توجه بشه. زنده و پایدار. ممنونم از توجهتون. خداحافظ.